چشم دل باز کن که جان بینی، آن چه نادیدنیست آن بینی. گر به اقلیم عشق رویاری، همه آفاق گلستان بینی. بر همه اهل آن زمین به مراد، گردش دور آسمان بینی. آن چه بینی دلت همان خواهد، وان چه خواهد دلت همان بینی. جان گدازی اگر به آتش عشق، عشق را کیمیای جان بینی. دل هر ذره را که بشکافی، آفتابیش در میان بینی. خب، با درود فراوان خدمت شما بینندگان گرامی تلویزیون ایرانیان کانادا و با تشکر از جناب فرزاد در اتاق فرمان که برنامه را اداره میکنن و همچنین مدیریت تلویزیون ایرانیان کانادا در شهر زیبای تورنتو. خب، طبق معمول این هفته ها صحبت از انقلاب جدید ایرانیان، جوانان به اصطلاح وسط خیابان در میدان کارزار هست در داخل ایران و حمایت بی حد و مرز ایرانیان خارج از کشور، چه در تورنتو، چه در برلین و چه در هر کجای دنیا، و مسائل اصلی ایرانیان و جامعه ایرانی در هر کشوری است. عرض کنم حضورتون که امروز در دنباله مسائل گذشته مهمان بسیار گرامی در خدمتشون هستیم که از چهره‌های سرشناس و آشنا در جامعه ایرانی، بسیار بسیار پروفشنال و دانا و آگاه و فعال در همه صحنه‌های اجتماعی و سیاسی و غیره، در سالهایی که حداقل من بالاتر از 10 سال در خدمت ایشون هستم و همه ایشون رو میشناسن، و ایشان در حقیقت آقای کاوه شهروز هستند که افتخار دادن تشریف بیارن در خدمتشون باشیم. من درود میفرستم خدمت ایشون و ازشون خواهش میکنم که یه سلام احوالپرسی کنم و بعد وارد صحبت بشیم. خیلی خوش آمدید آقای شهروز و خیلی لطف کردید که دعوت تلویزیون ایرانیان کانادا رو پذیرفتید. درود بر شما آقای دکتر اسدپور، خیلی خیلی متشکرم از دعوتتون. واقعا شما من افتخار دارید که منو دعوت کردین در اینجا کنار شما باشم. می‌خواستم یه درودی هم بگم به تمام بینندگانتون، مخصوصاً انقلابیون ایران. اگه شما اینو در اینترنت می‌بینین، که البته بعید می‌دونم چون این روزا اینترنت رو کم و بیش قطع کردن در ایران، هم اگه می‌بینین بدونین که ما اینجا به فکر شما هستیم و داریم برای آزادی ایران فعالیت می‌کنیم. مجدداً متشکرم. بسیار عالی. کاوه جان، شما اولا خب خودتون که معرف هستید، ولی خودتون رو خود معرفی بکنید برای کسانی که احیاناً شما رو نشناسن، و یک سری از کارهایی که این روزها شما مشغول هستید. شما به دلیل حرفه خودتون که حقوقدان هستید و در خیلی از مسائل هم کمک به جامعه ایرانی میکنید، هم کارهای سنگین خودتون هست. میدونم این روزها این کارها دو برابر و چند برابر شده و شما در فعالیت‌های به خصوص داخل تورنتو در مورد تظاهرات خارج از کشور، ملاقات با گروه‌های سیاسی مختلف و اجتماعی، الان کارهایی که در این مدت انجام دادی یا در شرف انجام هست رو اگر که برای ما بفرمایید، بعد ما وارد سوالات دیگری میشیم در خدمت شما. چشم، متشکرم آقای دکتر. من همونجوری که گفتین حقوقدانم، کانادا زندگی میکنم. از سن خیلی کمی خانواده‌ام ایران رو ترک کرد و من اومدم در سن 10 سالگی اومدم کانادا. واسه همینه که بینندگان متوجه میشن من فارسی میخونم شکست است. کانادا بزرگ شدم، اینجا تحصیلاتم بود، بعد رفتم آمریکا حقوق خوندم و از اون زمان شروع کردم به کارهای حقوق بشری. فعالیتم فکر کنم دو کار مختلف کردم. یکی این که کارهای حقوق بشری، و سعی کردم که تا حد ممکن دنیا رو آگاه بکنم
که وضعیت حقوق بشر در ایران چطوره. یعنی این که من اولین کاری کردم، اولین نوشته‌ای که داشتم بعد از دانشکده حقوق، این نوشته بود راجع به اعدام‌های سال 67 و متأسفانه تا اون زمان کسی واقعا تحقیقی در این مورد نکرده بود، چیزی ننوشته بود. من یکی از اولین کسایی بودم که به انگلیسی چیزی نوشتم در این مورد و این فعالیت رو ادامه دادم. در ایران تریبینال نقش داشتم، در کاری که در کانادا شد که پارلمان رو قانع کردیم که این اعدام‌های دهه 60 رو و اعدام 67 رو مخصوصا جنایت علیه بشریت بشناسن، در اونجا نقشی داشتم و و و اینجور کارهای حقوق بشری کردم. همزمان با این مقداری از فعالیتم راجع به این بود که لابی جمهوری اسلامی رو در خارج از کشور کارهاش رو افشا بکنم و نشون بدم که این شبکه کیا هستن، کدوم نهادها نقش دارن و چجوری میتونن چه کار میکنن که سیاستمداران غرب رو گمراه میکنن راجع به ایران. و اینم خوشبختانه در این راه هم موفق بودم و میبینم در یک دو ماه اخیر مخصوصا خیلی این کار نتیجه داده. یعنی خیلی ها که قبلا ها میتونستن خودشون رو طرفدار مردمشون بدن، الان دیگه معلوم شده که اینا نماینده نیستن اما طرفدار جمهوری اسلامی هستن. در مورد فعالیتم در چند وقت اخیر پرسیدین، من فعالیتم این شکل بوده که خب کمک کردم در برنامه‌ریزی بعضی از این تظاهرات، مثلا تظاهرات بزرگی که در تورنتو اتفاق افتاد، 50,000 نفر اومدن. من اونجا همراه خیلی دوستانی، من فقط یک نفر بودم، خیلی ها نقش داشتن اما من همین نقشی داشتم و اون باعث شد که وضعیت سیاسی هم در کانادا هم در جاهای دیگه دنیا فکر کنم یکم تغییر بکنه. یعنی این باعث شد که با دولت کانادا ما جلساتی داشتیم، اونا رو تا حدی تونستیم قانع بکنیم که بعضی از خواسته های ما رو جواب بدن، مثل تحریم های بیشتری بذارن روی سران سپاه و دیگران. و در سراسر دنیا هم شما میبینید که یکم تغییراتی کردن، لااقل سیاستمداران راجع به ایران یه جور دیگه دارن حرف میزنن و خوشحالم که خب بالاخره منم یه نقش خیلی کوچیکی در این کارها داشتم و در رسانه ها دائما صحبت از ایران میکنم، سعی میکنم که به مخاطبین انگلیسی زبان بیشتر این پیغامو ببرم، چون ایرانیان که خودشون میدونن در ایران چه خبره، اما سعی کردم که تصویر بهتر و درستری از ایران ارائه بدم به مخاطبین انگلیسی زبان. خیلی متشکرم. البته همینطور که میدانید کاوه در حقیقت یکی از نمایندگان یا ریپرزنتیتیف های جامعه ایرانی در مطبوعات انگلیسی زبان و خصوص داخل کانادا است و یک نقش بسیار مهمی داره. البته فارسی هم خیلی خوب صحبت میکنه کاوه جان، ولی انگلیسی کاوه بسیار بسیار زیباست، نوشتارشون عالیه و اشراف و تسلط به مسائل روز، مسائل ایران و حقوق بشر به خصوص، خب باعث شده که در حقیقت جامعه کانادایی با ما بهتر آشنا بشه، ما بتونیم به زبان خودشون با اونا صحبت بکنیم و این خیلی مهمه که این پیام ها منتقل بشه به زبانی که یک حقوقدان پارتحصیل هاروارد بتونه و آشنا به حقوق بشر و مسائل ایران و همچنین این دولت استبدادی و دیکتاتوری که ما در ایران داریم. خب این خیلی مسئله مهمی است که نقش کاوه شهروز در این برنامه ها بسیار بسیار مشخص و نمایان هست. اما میدونید که جامعه ایرانی، یعنی رژیم ایران هر وقت که مثلا یه عده‌ای سوالاتی میکنن، مثل الان که در خیابان‌های تهران هستن، خب میگن آقا اختلاس، راندخاری، دزدی، فساد، کرپشن، بیکاری بی حد و حساب، نمیدونم این دانشگاه‌هایی که فارغ التحصیلانشون الان اینجور که من خبر دارم 39% دختران و 29% پسران فارغ التحصیل بیکار هستند، یا ورشکستگی اقتصادی، اینا رو بیان میکنن. هیچ کدام از اینها رو رهبران سیاسی جواب نمیدن، فقط اون آدمی که این حرف زده رو میگیرن، میگن این مثلا طرفدار سلطنت، این یکی طرفدار کمونیست، اون نمیدونم از فلان کشور آمده، در حالی که اصل مطلب اون سوالات ماست. این ورشکستگی اقتصادی و سیاسی و این وضعیت راندخاری و فساد گسترده، شما بابت اینها باید پاسخ بدید. و متاسفانه هم پالگی های این رژیم هم در خارج از کشور همین طور هستن که بعضی وقتا وقتی
افرادی فعال میشن، اسمشون در بردهای مختلف مطرح میشه، تواناییشون نمایان میشه و نقش عمده‌ای رو بازی میکنن که این نقش ممکنه به منافع اونها ضرر برسه. اینها شروع میکنن دوباره که بله این آقا مثلا یک کسی بوده که پارسال نمیدونم یک کتابی نوشته، اون کتابه مثلا یه گوشش میخوره به هماهنگی با فلان سازمان مثلا سلطنت طلب یا مجاهد یا فلان، و شروع میکنن بدون پاسخگویی به مشکلات مملکت، به استبداد انانگسیخته، به دزدی ها و غیره و غیره، شخصیت افراد رو از یه طریق دیگری مطرح میکنن. مثلا میخوان موضوع رو از موضوع اصلی ببرن بیرون و با این مسائل به اصطلاح بتونن اون آدمی هم که کنشگر داره میره جلو رو متوقف کنن و به اصطلاح کمک بشه به نظام سلطه در ایران. اینها بعضی هاشون به نظر من یا وابسته به جمهوری اسلامی هستن یا در همون راه قدم برمیدارن و نهایتاً به نفع جمهوری اسلامی است. در هر صورت اخیراً هم همطور شنیدیم که البته در مورد کاوه شهروز تا اون چی که من خبر دارم و از نزدیک آشنایی دارم با کامیونیتی، همه دارن از ایشون تجلیل میکنن. کارهای شایسته ایشون در گذشته، در الان، همطور که گفتن برای اون کارهایی که به عنوان لویر در لاهه بودن و کمک کردن در ثبت این جنایات سال 60 و 67، این مسائل خب به اینها دردسر درست میکنه. بعضی ها میان انتساباتی رو به دیگران میدن که واقعا درست نیست، و قبلا هم من در روزنامه شهروند یه همچین مطلبی رو بودید، فرض کنید که فکر میکنم 7-8 سال پیش بود، نوشتم خودم که در انتخاباتی که آقای شهروز داشتن گفتم شما جواب سوالات انتخاباتی رو بدید، ولی این که شما میاد یه نفر رو که واقعا به جای وابسته نیست جز به مردم ایران اون رو مطرح میکنید، نشانده ضعف و نهایتا غیر پروفشنال عمل کردنه. حالا کاوه جان شما خودت شاید شنیده باشی در این گاهی میگم که زیاد نیست، بیشتر از همه از شما تجدید میکنن، ولی شما شنیده باشید که میگن شما وابسته به این سازمانهای سیاسی هستید، گاهی میگن شما طرفدار سلطنت هستید، گاهی میگن شما طرفدار مجاهد هستید. میشه شما بفرمایید که اصلا شما با این گروه های سیاسی ارتباط دارید ندارید و یا شخصا منفرد عمل میکنید؟ خیلی متشکرم از سوالتون آقای دکتر، و خیلی متشکرم از دفاعی که شما اون زمان از من کردین و الان هم از من میکنین. واقعا اینکه فرد شناخته شده مثل شما، فردی که واقعا همه براش احترام قائلن، از من دفاع میکنن، خیلی برای من ارزش داره. من نیاکنین گفتم براتون، من فعالیت کردم، فعالیت حقوق بشری، و گفتم که جمهوری اسلامی جنایت علیه بشریت درش نقش داشته و سرانش باید محاکمه بشن. همزمان با این گفتم که این رژیم خارج از کشور یک لابی داره، یک شبکه لابی داره، و این افراد هم از چند نفری و چند نهادی اسم بردم و گفتم اینا لابی جمهوری اسلامی هم. 100% رژیم جمهوری اسلامی و لابیگرانش از من نفرت دارن و من به این نفرت افتخار میکنم حقیقتش، و این باعث شده که کلی راجع به من در چند سال اخیر و مثلا در یک دو ماه اخیر دروغ بگن. و دروغ اصلی که میگن اینه که من میگن چون من چپگراست راستگراست همه این حرفا رو میزنم، اما معمولا میگن که این یا از طرف اسرائیل حمایت میشه یا اینکه این فرد عضو سازمان مجاهدین از طرف سازمان مجاهدین حمایت میشه. این 100% من میخوام بگم اینجا که دروغه. من هیچ رابطه‌ای با نه با اسرائیل دارم نه با سازمان مجاهدین دارم. بعضی وقت اشاره میکنن یکی از عزیزان من در اعدام‌های 67 مجاهد بودن، در سن خیلی کمی، ایشون رو در سال 60 گرفته بودن، میگن به جرم مثلا فروختن روزنامه و زندان بود چندین سال و بعد اعدام شد. این تنها رابطه بین من و سازمان مجاهدین از اون زمان هم من هیچ رابطه‌ای با این سازمان نداشتم، ندارم، قبلا هم اعلام کردم ارزش‌های من که دموکراسی و حقوق بشر هستن با ارزش‌های به نظر من با ارزش‌های این سازمان در تضادن. و این کسایی که این حرفو میزنن، فقط یک سوال ازشون دارم. شما برین، من 20 سال دارم فعالیت حقوق بشری میکنم، 20 سال که دارم مقاله مینویسم، مصاحبه تلویزیونی میکنم، برین شما یک کلمه پیدا بکنید که من دفاع کرده باشم از سازمان مجاهدین. پیدا نمیکنید.
و واسه همینه که هیچ وقت استناد به حرفای من نمیکنن، چون که خب میدونن که در حرفای من، در نوشته های من، در مصاحبات من چیزی نیومده. این متاسفانه روش جمهوری اسلامیه، اما فقط هم روش جمهوری اسلامی نیست، روش تمام سیستم های دیکتاتوری اینه که وقتی نمیتونن جواب آدم رو با استدلال بدن، سعی میکنن که شخصیت فرد رو ترور بکنن. اینو شوروی این کارو میکرد با مخالفینش، سیستم روسیه فعلی الان میکنه، چین میکنه، ایران میکنه، تمام سیستم های دیکتاتوری همین کارو میکنن. خواسته من اینو در چند تا مصاحبه دیگه هم گفتم، اینجا هم برای بینندگان شما تکرار میکنم، من دو خواسته دارم، یکی از شهروندان ایران و ایرانی تبار و دوم از رهبران اپوزیسیون. به شهروندان میگم که این دروغگویی سیستم دیکتاتوری مثل یک ویروس میمونه، مثل ویروس کرونا میمونه. ویروس کرونا هممون آشنا بودیم دیگه، یک نفر داشت اینو به 10 نفر میداد، اون 10 نفر به 10 نفر دیگه پخش میکردن و این ویروس پخش میشد. دروغ های رژیم های دیکتاتوری هم همینجوری پخش میشه، یعنی شایعه رو شروع میکنن و شهروندان بدونه که واقعا به مسئله فکر بکنن، فقط میگم من شنیدم که مثلا کاوه فلانه و بدون هیچ سند و مدرکی این رو به 5 نفر از دوستانشون میگن، اون 5 نفر به دوستان و همینجوری این پخش میشه و اون وقت فعالان سیاسی هی مجبور شدن وقتشون رو به جای که کار مفید بکنن باید به این دروغ ها باید جواب بدن. مثلا همین خواهش من از شهروندان اینه که یک فرم مبارزه با سیستم دیکتاتوری اینه که اجازه ندین این ویروس دروغ رو پخش بکنن در جامعه. خواهش میکنم اگه شنیدین که کاوه یا آقای ایکس یا خانم ایگرگ مثلا چه میدونم از اسرائیل حمایت میگیرن یا مجاهدن یا سلطنت طلبن یا فلان، سند و مدرک بخواید بگین کجا همچین چیزی گفته، کجا دفاع کرده از اینا. اگه سند و مدرکی نبود خواهش میکنم که این دروغ ها رو پخش نکنید. و دوم اینکه از رهبران اپوزیسیون میخوام، چون این کار رو با تمام افراد اپوزیسیون میکنن و مهمه که ما این استراتژی رو یاد بگیریم که از یکدیگر دفاع بکنیم، یعنی اینکه کسی به من حمله کرد دیگران بیان، نه اینکه فاصله خودشون نگه دارن که بگن ای خب اگه مثلا این رو به کاوه میگن امیدوارم به منم مثلا انگ نزنن. اتفاقا برعکس، وقتی به کاوه حمله شد بقیه باید بیان به کمک من، همونجوری که مسئولیت منه که از دیگر افراد در اپوزیسیون حمایت بکنم وقتی میبینم که راجبشون دروغ میگن. خلاصه خیلی متشکرم که این سوال کردین، من تمام این دروغ‌ها رو انکار میکنم و گفتم از شهروندان و رهبران اپوزیسیون توقع دارم که اونها هم نقش خودشون رو بازی بکنن در این مقاومت علیه دروغ‌های رژیم. خب خیلی ممنون کاوه جان. همینطور که گفتی ما خودمون خبر داریم، در شما در سنای کانادا هم برای حقوق بشر تشریف بردید سالها پیش و سوالات متعددی از شما پرسیدن و این مسائل هم همیشه گفتید، همیشه این چیزها رو رد کردید، ولی میگم که کلن وقتی یک نفر شاخص میشه بلافاصله همه بسیار توجهاتی که مخصوصا مخرب هست و میتوانن جلو پیشرفت جامعه ایرانی رو بگیرن، کارها رو بگیرن، اینا مثل الان که مثلا بعضی از مسائل راجب آقای اسماعیلیون یا دیگران، در حالی که حامد اسماعیلیون یک چهره بسیار بسیار متخصص دندان پزشک و آمده در به اصطلاح خونخواهی دخترشون و خانمشون، دارن در حقیقت رژیم جمهوری اسلامی رو میخوان به دادگاه بکشن و پاسخگو کنن، ولی یه دفعه و خب البته کارهای بسیار فوق‌العاده‌ای انجام دادن با کمک شما و دیگران، همطور که گفتید اول اکتبر اون 50,000 نفر اصطلاح جمعی که برای اولین مرتبه شاید در تاریخ خارج از کشور برای ایرانیان بود، یک حرکت به اصطلاح واضحی بود که نشان داد به تمام جهان چی در ایران میگذره و بعدش خب به برلین رسید و نهایتا هنوزم فکر میکنم برنامه هایی در پیش خواهد بود و بایستی تجلیل کرد از این دوستانی که هستن مثل شما، مثل آقای اسماعیلیون یا هر کسی، چون ما باید هدف رو در نظر بگیریم که ما میخوام چه کار بکنیم برای جامعه ایرانی و مهمترین این هم هست که خبرها رو به دولت‌های خارجی بگیم، بگیم شما با چه رژیمی سرکار دارید، اینها چقدر فاسدن، چقدر دیکتاتوری هست، چقدر سرکوب وحشیانه‌ای دارن نسبت به کسانی که یه مسائل ساده‌ای رو دارن عنوان میکنن، اونم آزادی است که البته آزادی خیلی هم ساده نیست، برای اونها دارن کشته میشن، ولی نهایتاً مسائل پیش پا افتاده است در دموکراسی‌های غربی حداقل. منظورم این کارها خب یک نوع باهایی هم داره که ماها باید بپردازیم برای این تهمت‌های بی‌رویه‌ای که به وسیله اشخاص خاص
داده میشه. خب حالا سوال من این است که نمیدونم کاوه جان بس که رفتن از ها هستن. خب کاوه جان سوال من این است که خب این کار بزرگی بود که شما توضیح دادید و گفتید که راجع به اول اکتبر اون مسئله چطور شد و بعد به برلین رسید. برلین هم بزرگترین تظاهرات ایرانیان در خارج از کشور در طول تاریخ شاید باشه و هنوز هم ما داریم به اصطلاح واکنش هاشو از رؤسای جمهور فرانسه و نخست وزیر انگلیس و دیگران داریم میشنویم و این کار بزرگی بود. شما بفرمایید که اولا چه مسائل دیگری در پیش هست و این سوال اول من هست که حالا سوال بعد از من این است که جامعه ایرانی خارج از کشور چه کار باید بکنن تا این مسئله بالاخره پیش بره و نتیجه مطلوب به دست بیاد. در مورد این که کار بعدی چی هست، من میدونم که خانواده های پرواز PS752 مشغول برنامه‌ریزی برای برنامه بعدی هستن. اونا به عهده گرفتن و مسئولیت بزرگی و خیلی کاراشون رو دارن خوب انجام میدن. میدونم که صحبت از این است که برنامه یادبود اتفاقات خونین آبان دو سال پیش برنامه در این مورد داشته باشن و اطلاعاتش بکنم به زودی اعلام خواهد شد، اما اونو میگم اختیار خانواده ها میذارم. من خودم شخصا فعالیتم رو دارم در یک دو چیز دارم تمرکز میدم. یکی این که بیشتر میخوام صحبت از دادخواهی بکنم و صحبت ایزی میکنم که وقتی اگر این سیستم جمهوری اسلامی سرنگون شد، که من امیدوارم که در آینده نه چندان دور سرنگون بشه، ما قدم بعدیمون برای دادخواهی چی باید باشه. اینو من دارم سعی می‌کنم یه مقدار راجبش فکر بکنم، راجبش بنویسم و در نهادهای مختلف ازش صحبت بکنم. و دومی که به سهم خودم دارم سعی می‌کنم کوشش بکنم رهبران اپوزیسیون رو قانع بکنم که بیان و شاید متحد بشن و ائتلاف بکنن. و به نظر من این خیلی مهمه که ما راجبش صحبت بکنیم و تا حد ممکن روی این افراد اگه آشنایی باشون داریم، اگه بهشون دسترسی داریم، اونها رو قانع بکنیم که متحد بشن و ما رو کمک بکنن در این مرحله که جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنیم و به یک سیستم دموکراتیک برسیم. خب کاوه جان، مسئله این است که چون من خودم به حتما شما و همطور دیگران به مسائلی که داخل ایران هست توجه دارید، اونها هم در خارج از کشور در ایران دارن روزنامه نگاران یا فعالان سیاسی اظهار نظر میکنن، حالا خارج از این که تمام اتفاقات در داخل ایرانه و ما باید همه کارمون اصل رو ایران بگیریم و هرچی که مردم ایران بخوان خب مسلماً باید پیش ببرن و ما اینجا ساپورت میکنیم اونا رو. ما در حقیقت با اونا همراه و همدرد و همرزم هستیم در تا اونجا که از دست ما برمیاد. ولی اونها همین دیروز داشتم گوش میدادم به یکی از این روزنامه‌نگارای اونجا، داشت میگفت که اپوزیسیان خارج از کشور به دلیل که وابستگی یعنی همبستگی ندارن تقریبا میگفت حالت مزاح پیدا کردن. البته من نمیگم حرف ایشون درسته، میخوام بگم یعنی پشت سر اپوزیسیان در داخل ایران اونایی که مثلا روزنامه‌نگارن گرچه وابسته به جمهوری اسلامی هستن همشون، ولی نهایتا میگن یه مزاحه، یعنی اصلا اپوزیسیونی وابستگی ندارن، همشون با هم اختلاف دارن. این رو چطور میشه حل کرد؟ یعنی واقعا ما باید ببینیم مثلا خب میشناسیم همشون رو الان جمهوری خواهان، سلطنت طلب ها، کمونیست ها. قول آقای دکتر لاجوردی میگفت حداقل ما از شاهزاده میخواییم که حداقل همین سلطنت طلب ها رو سر یه میز بشونه، چون اونا هم چند گروه هستن بالاخره. نمیخوام بگم که حالا خود شاهزاده سلطنت میخواد یا نمیخواد، چون ایشون بارها گفته که میخوام یه نقشی نداشته باشم تا آینده ایران تعیین کنن که پادشاهی یا مثلا جمهوری خواهیست یا مثلا عنوانای دیگه حکمرانای دیگه هستن مثل فدراتیوه و نمیدونم فلان. ولی همینقدر که اینها دور هم نمیشینن خیلی هم دیر شده. شما فکر نمی کنید که چطور میشه این افراد رو دور هم جمع کرد و به اصطلاح گیر کجاست؟ گیرش کجاست در حقیقت؟ البته میدونم که شما وارد این مسائل زیاد نمیشید، بیشتر کار حرفه‌ای خودتون
به عنوان حقوقدان دنبال میکنید که مؤثر هم هست البته، ولی این رو هم یک گلهی هست یا گرفتاری هست برای جامعه ایرانی که تا به حال حل نشده. بله من کاملا با حرف شما موافقم و واقعا به نظر من این یه مسئله بزرگی است برای ما، این نبودن اتحاد و نبودن ائتلاف. راهش به نظر من اینه که ما سعی کنیم این رهبران رو قانع بکنیم تک تک که بیان و دور میز با هم بشنن، و فکر کنم راهش این باشه که اولا بهشون بگیم که شما دور یک میز نشستنتون نشون دهنده این نیست که حرف همدیگر رو قبول دارین، اتفاقا برعکس، شما دور میز نشستین چون دیدهای مختلفی دارین و هر کسی خب یه عده‌ای رو همراه خودش میاره. شما اگه سلطنت طلبین، اگه رضا پهلوی رو اونجا ببینین، اگه مثلا دیدتون چپگراست، اگه فرد چپگرا رو اونجا ببینین، این اتفاقا خیلی خوبه که این دیدهای مختلف دور این میز باشه. و دوم بعد بهشون بگیم، و این نوشته امروز من یه نوشته چاپ کردم در توییتر و فیسبوک و جاهای دیگه و امیدوارم که اینو تبدیل به مقاله بکنم، که بگم که ما الان یه وضعیت خاصی داریم، یعنی وضعیتی داریم که اولا دنیا نمیدونه باید با کی مذاکره بکنه، مثلا نیاز داریم که یک رهبرانی دور میز با هم بشینن و بتونن که نه اینکه خودشون رو نماینده مردم ایران اعلام بکنن یا بگن که ما دولت موقتی و اینجور حرفا، فقط بگن که ما داریم سعی می‌کنیم حرف ایرانیان رو انعکاس بدیم، مثلا اگه شما می‌خواید صحبت بکنیم با کسی بیاین با ما صحبت بکنیم. این به نظر من خیلی مهمه. و دوم اینکه قانعشون بکنیم که شما بعد این مسئولیت رو به عهده بگیرین، چون اگه به عهده نگیرین این انقلاب فعلی متاسفانه هر روز ممکنه خشونت درش بیشتر بشه، و میگم من مردم ایران حق دارن از خشونت استفاده کنن، من در صحبت از حقانیت نمی‌کنم، من فقط صحبت از می‌کنم که اگه این انقلاب خشنی شد و مردم اسلحه به دست گرفتن، این به نظر من خیلی خیلی اثر منفی میتونه داشته باشه، خیلی ریسک بزرگیه برای این انقلاب، چون خب رژیم جمهوری اسلامی که پایبند هیچ نوع مسائل اخلاقی نیست قتل عام میکنه، و دومی که اگه مردم مسلح بشن حمایت خیلی ها رو در دنیا از دست میدن، چون الان با کار بدون خشونت خیلی واضحه که مردم ایرانن که باید حمایت بشن از طرف دنیا، متاسفانه اگه اسلحه به دست بگیرن اون حمایت از بین خواهد رفت. و برای اینکه ما بتونیم این انقلاب رو یه جوری هدایت بکنیم که به طرف خشونت نره و بتونه مقاومت بکنه علیه جمهوری اسلامی، نیاز به رهبری داریم، و اون یه فرد خاص هم نباید باشه، یعنی افراد مختلف با دیدهای مختلف باید دور هم جمع بشن و صدا رو به گوش دنیا برسونن. امیدوارم که این رهبران قانع بشن با این حرفا، هرچه میگم من این حرف رو میزنم، شما این حرف رو میزنید، هر کسی دسترسی به این افراد داره باید این حرف رو تکرار بکنه تا شاید قانع بشن، و باید متوجه بشن که این کار در حال حاضر کار سیاسی نیست، این کار مدنیه، این کار رو باید کرد تا این رژیم سرنگون بشه، تا یک رفراندوم انجام بشه در ایران، اون وقت این افراد میتونن اونایی که علاقمندن برن کار سیاسی و حزبی بکنن، اما در حال حاضر کسی دنبال منافع سیاسی شخصی نباید باشه، من نیستم جایی که من بگم. خب چون میدونم آقای شهروز خیلی کار و گرفتاری دارن و ما امروز از جلسات دیگری مزاحم شدیم، ایشون رو آوردیم در تلویزیون، دعوت ما رو پذیرفتن. خب کاوه جان به عنوان آخرین سوال این است که میدونید که شیوه به اصطلاح اعتراضات و مدیریت اعتراضات در دست زنان هست در داخل کشور، و جوانان، حتی جوانان هم به مدارس کشیده شده، و خب میدونید که الان سکاندار برنامه ها دانشگاه ها هستن در ایران، ما 4 میلیون دانشجو داریم و حدود 12-13 میلیون دانش آموز که با پدر مادراشون خودشون اکثریت جامعه ایران رو تشکیل میدن. شما چه پیامی دارید و چه فکر میکنید که این تفاوت هایی که با وجود زنان در کارزار به تمام دنیا سرایت کرده، یعنی طرز نگرش زنان و طرز انتقال این پیام ها به سلبریتی ها، به مقامات زنان کشورهای دیگه، و این اتفاقاتی که در برون کشور اتفاق افتاد و داخل، چه پیامی برای اونها دارید که جز آخرین سوال من هست؟ متشکرم. این پیام خیلی ساده، این که ما واقعا بهشون، به تمام زنان ایران که دارن انقلاب میکنن، به تمام جوانان ایران، حتی کودکان ایران که دارن انقلاب میکنن، میخوام بهشون بگم که ما واقعا به شما افتخار میکنیم، این کاری که شما کردین واقعا تاریخی بوده،
کل بحث رو راجع به ایران در تمام دنیا تغییر داده. یعنی تا قبل از شروع این انقلاب همه صحبت از این میکردن که خب این رژیم سالیان سال سر کار خواهد بود، حالا باشون قرارداد ببندیم، چیکارشون بکنیم که اینا یکم شاید مثلا لیبرال تر بشن. این حرفا دیگه تموم شده و همش هم به خاطر شجاعت زنان و جوانان ایران بوده که این حرفا تموم شده. ازشون میخوام که خیابون‌ها رو تا حد ممکن، خیلی حرف سختیه برای کسی که اینجا راحت تو کانادا نشسته این حرف رو بزنم، اما امیدوارم که خیابون‌ها رو رها نکنن و بدونن که ما اینجا تا حد ممکن داریم ازشون حمایت میکنیم و میخوایم که هر کاری بکنیم که صداشون به گوش سیاستمداران و رسانه‌ها و شهروندان خارج از کشور برسه. و امیدواریم من شخصا امیدوارم که به زودی این انقلاب رو موفقیت شما در ایران جشن بگیریم. براشون آرزوی موفقیت دارم و به امید ایرانی آزاد، زن زندگی آزادی. آقای دکتر بسیار سپاسگزارم از آقای کاوه شهروز، حقوقدان و فعال اجتماعی و حقوق بشر، و خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتن و بسیار بسیار از دیدارشون هم خوشحال شدیم. Yeah.
حقیقت برنامه هایی که شما دیدید در اول اکتبر در تورنتو که بیش از 50,000 نفر بعضا تا 60,000 نفر هم گفتن، جمعیتی عظیم در از همه گروه ها، از همه اقشار جامعه، حتی بعضی ها با کالسکه و با بچه ها آمده بودن، بعضی از سالمندان با ویلچر آمده بودن و بسیاری از جوانان و گروه های صنفی مختلف، کنشگران سیاسی. اینها نشون دهنده یک انقلاب همگیر ایرانیاست که اونچه که از توش میشه فهمید این است که این رژیم جمهوری اسلامی را نمیخوان. یادم میاد اون زمانها، البته همه شما هم یادتون هست که آقای خمینی که آمده بودند اون زمان، حالا بگذاریم که چگونه آمدند و چه شد که همه میدانند و کتاب ها نوشته شده، ولی ایشان که آمدند یکی از صحبت های که خیلی هم شاید هم پرطرفدار بود داشت این بود که گفتن که خب به فرض این که پدران و مادران ما به این رژیم گذشته، رژیم سلطنتی مثلا رأی داده باشند یا خواهان یک رژیم پادشاهی باشند، ولی الان این نسل جدید که آمدن، اون زمان آقای خمینی میگفتن که این نسل جدید دلشون میخواد رفراندوم بشه، دلشون میخواد رأیشون رو عوض کنن و آزادی باید داشته باشن برای تغییراتی که پدر مادرانشون باعث شده بودن. که این خب اگر این حرف رو ما قبول کنیم، الان این رژیم جمهوری دیکتاتوری اسلامی بعد از 43 سال همون حرف رهبر جمهوری اسلامی رو اگر بپذیره، که این جوانانی که ما الان توی خیابان ها هستند به قول دهه 80 ها، که حالا مثلا منظور 1380 هست، حدود 30-40 سالشونه، حالا ما میگیم دهه 90 هم الان اینها در 80 که بشه 80 ها، یعنی 18 سالشونه 20 سالشونه و بعد هم اگه 70 ها هم بهشون اضافه کنیم به 30 سال میرسه و 90 ها هم که حتی دانش آموز هستن، اینها رو هم اضافه کنیم، جمعیت جوانی رو تشکیل میدن که حق دارن بگن که ما این رژیم رو نمیخوایم و رفراندوم بکنید. متاسفانه مسئله مهم همین قانون اساسی که بسیار بسیار مشکل داره و درش مسائل غیر انسانی، غیر حرفه‌ای، به اصطلاح غیر منطقی و غیر شرعی هم حتی از نظر اونایی که اعتقاد دارن، اعتقادات شرعی اونها هم خلاف توش زیاد هست، ولی معذالک همین قانون اساسی رو هم اجرا نمی کنن. تو قانون اساسی رفراندوم پیش بینی شده، البته متاسفانه رفراندومی پیش بینی شده که اونم باید به اجازه رهبر و شورای نگهبان و مجلس و از این حرفا باشه که سرکلافه اینها همه به رهبر جمهوری اسلامی ختم میشه و اونم اگر دیکتاتور باشه هیچ کدام اینها رو که قبول نداره حتی میتونه حکم حکومتی بده که تمام قانون اساسی هم ملغا بشه و از بین بره. بنابراین در حقیقت مشکل ما مشکلی است که به هیچ زبانی حل نمیشه. ببینید این مردم، در مردم ایران در طی 100 سال گذشته چندین انقلاب رو پشت سر گذاشتن، انقلاب مشروطه، انقلاب، حالا اگر ما سال 57 رو به عنوان شورش 57 تلقی کنیم یا انقلاب یا هرچی، این دفعه هم که خب سومینش هست و ما در طی این سالها هم ننشستیم، تظاهرات عظیمی بوده حالا در داخل کشور و دی 96 در آبان 98 و همچنین فجایع مختلفی که این دولت بر مردم تحمیل کرده، مثل قتل عام 60، قتل عام دهه 60 کلن، چه گروه های مختلف سیاسی، چه اون به اصطلاح افراد متخصص کارآزموده زمان گذشته که بی خود خیلی هاشون اعدام شدن،
افسران بسیار نیرومند و کار آشنای ارتش ایران که واقعا یکی از ارتش‌های قوی در دنیا بود، شاید پنجمین. بالاخره همه اینا رو اعدام کردن و بعدش هم گروه‌های سیاسی رو اعدام کردن و همین جور تا به امروز، یعنی از آتش زدن سینما رکس آبادان تا آمدن همینطور جلو همه کشتارها تا رسیده به در حقیقت سرنگون کردن هواپیمای PS752 و از بین رفتن افراد نازنینی که خب الان نمایندگانشون میبینیم در کارزارهایی که شروع کردن هستند و به خونخواهی برآمدن و میخوان که جمهوری اسلامی باید پاسخگو باشه در دادگاهی که در پیش خواهد بود. در هر صورت جمهوری اسلامی در این سالها مرتب سرکوب کرده و هیچ زبانی رو نمیفهمه. بالاخره الان هم که میگن اصلا ما بیایم مذاکره کنیم، اینا شوخی است در حقیقت. زمان مذاکره شما برای یه موردی میکنید که بخواید مثلا به یک منطقی معتقد باشید و اون آزادی است، آزادی گفتار، آزادی بیان، آزادی سیاسی، آزادی اجتماعی، آزادی اقتصادی، چون شما میدونید اصلا اقتصاد کلن در اختیار دولت و سپاه هست و بنابراین اون آزادی اقتصادی که هر کسی بتونه در هر رشته ای اقتصاد خودشون رو کسبه بتونن کارهای خودشون رو انجام بدن هم که وجود نداره. آزادی سیاسی هم که مطلقاً، آزادی صنفی نیست، هیچ سازمانی نیست، اجازه تشکیل تشکلهای سیاسی هم نمیدید. نمایندگان مجلس هم حتی اگرم فرمایشی آمده باشن تو که آمدن انتخاب شدن اول وسیله شورای نگهبان، حتی به اونها هم در طول این دوران نمایندگیشون اگر یکی دو نفرشون هم آدم منطقی باشه بخواد سوال بکنه به اونها هم جواب نمیدید. یعنی اون چی که وسط خیابان مطرح میشه و شما معتقدید که باعث اعتراضات و یا به قول شما اختشاشات میشه که در حقیقت این شروع یک انقلابه، اون از که این مردم بسیار فریخته اون چی که اطلاع داشتن، اون چی که روش ها رو میدانستن، چه از طریق انتخابات، چه از طریق روزنامه ها، چه از طریق خارج از کشور رادیوهای که در دسترس داشتن، چه از طریق فضای مجازی، اون چی که باید به شما بگن گفتن. شما شنیدید اینا چی میگن؟ مذاکره معنی نداره. مذاکره زمانی معنی داره که ادهی بشینن و به شما بگن ما چی میخواییم، شما بگید ما میخواییم چی کار بکنیم. خب اینها مهمترین مشکلشون رو گفتن و اون زن و آزادی است. علتی که میگم زن خانواده است. یعنی شما ببینید زنها خودشون 50% جامعه رو تشکیل میدن، اگر بچه ها 25% به اونا اضافه کنید میشن 75%، و این 75% هستن که در حقیقت زندگی 100% جامعه رو در اختیار دارن و رکن اساسی خانواده هستن. خب بنابراین وقتی میگیم زن، زندگی، آزادی، معناش تمام مردم جامعه هستن. خب شما اینا رو لگد کوب کردید. اینقدر در این 40 سال به زنان محترم جامعه ایرانی اهانت کردید، حق پوشش رو ازشون گرفتید، حق صحبتشون رو ازشون گرفتید، حق قضاوت رو ازشون گرفتید و اونها نصف یک مرد باید در دادگاه شما حتی شهادت بدن. این همه اهانت، حق ارث، حق اقتصادی، حق شغل، اینها همه شما اینا رو از این زنان فریخته جامعه ایرانی گرفتید و چیزی که باعث حیرت جهانی شده، یک جامعه‌ای با چند هزار سال سابقه فرهنگی زنانشون گرفتار یک عده روحانی و آخوند شدن که اونها رو میبرن شلاق میزنن یا حتی بابت اینکه روسریشون کج یا موجه هر جور شده کشته میشن، و این برای جامعه جهانی غیر قابل تصور هست. و شما ناراحتیتون هم همین است که این مسئله‌ای که غیر قابل تصور بوده و هست
به اطلاع تمام جمعیت جهان رسانده شده و به همین خاطر اون خبرنگار بیچاره‌ای که وظیفه خودش انجام داده نیلوفر حامدی و این خبر رو، خبر مردن این آدم رو اطلاع داده، اونو در زندان دارید و میدونید که بی خود زندانیش کردید، ولی از شدت خشمی است که اون چی که در ته دیگ بود آمد سر کفگیر، نشان داده شد به ملت دنیا که ما به زنان تا حد مرگ اجحاف میکنیم و تا حد مرگ روی این مسائل روسری و حجاب و غیره و غیره من در آوردی، که حتی در اسلام هم این چنین نیست، برای که حداقل مسائل مختلفی در اسلام مطرح شده، من متخصص نیستم در اون مورد، ولی بسیاری از روحانیون میگن به این شکلی که شما نهی از منکر میکنید در هیچ جایی نه وجود داشته و نه گفته شده. بنابراین حتی روحانیون خودتون، آقای روحانی که رئیس جمهور بود، میگه ما نمیتونیم مردم رو به زور به بهشت ببریم. روحانیون دیگر هم این چیزا رو مطرح کردن، در کشورهای دیگر هم هست. خب حالا کاری نداریم به مسائل مذهبی، به اضافه مردم ایران میگن ما این نظام اسلامی رو نمیخوایم اصلا. خب بالاخره در یک مجموعه قانونی که در چارچوب یک حکومت یا یک دولت در میاد باید رأی گیری بشه، انتخاب بشه، بگن این چارچوب رو مردم پذیرفتن. خب مردم این رو نمیخوان. الان با صدای رسا در سراسر جهان اعلام کردن در یک اجتماع 100,000 نفری در برلین، 50,000 نفری در تورنتو و در بسیاری از کشورهای دیگه، در واشنگتن، در لس آنجلس، در سیدنی، در همه جا، در انگلیس، در لندن، در پاریس، اعلام کردن که ما نمیخوایم این رژیم رو و تقاضای رفراندوم میکنن. حتی سنی های به اصطلاح ایرانی که در مجموعه های مثلا در بلوچستان، در کردستان، دوگنبد، در همه دوگنبدان، در همه اینجاها، اینها هم ناراضی هستن و میگن رفراندوم بشود. خب رفراندوم که در قانون آمده، ولی شما میدانید که نتیجه رفراندوم جز سقوط جمهوری اسلامی متصور نیست. ولی انقدر شجاعت و شرافت ندارید که به این رأی گیری و رفراندوم مردم تن در دهید و مملکت را به دست صاحبانشان واگذار کنید، که این به نظرم یک کار بسیار بسیار مردانه است و مردانگی داره، شجاعت میخواد، که باید انجام بدید. یه وقت شده من گفتم کار مردانه، در حالی که در حال حاضر خانم ها در میدان آمدن و اون کار مردانه ماها رو در حقیقت قبول ندارن، که در حقیقت به قول فریدون مشیری، کاوه آهنگر آینده ایران زن است. نمیخوام بگم کار مردانه، منظورم زنانه هم بگید خیلی ارزشش زیاد هست، یعنی کم از مردها نیست، بلکه با کمک مردان میتوانیم این مسائل رو حل بکنیم. در هر صورت میخوام عرض کنم خدمت شما که پس بنابراین این رژیم به هیچ زبانی راضی نبوده. انتخابات که به کلی حتی اصلاح طلبهای همپالگی خودتون رو هم گذاشتید کنار، حتی پاره از اصولگرایانم که با خودتان هستند در شورا، در این بازیچه انتخاباتی خودتون، سیرک انتخاباتی اسمش هم گذاشتید، در این سیرک انتخاباتی اینا رو بیرون میذارید. انتخاباتی در کار نیست، یک انتصاباتی است وسیله 4-5 تا آدم در شورای نگهبان، شورای نگهبانی که منتسب رهبری است و رهبری که دیکتاتور هست و خودشو نماینده خدا میدونه. این انتخابات هست که میدونید در 20% به زور آماری داده میشه و شرکتی میکنن در یک گوش و کنار و بقیه 60-70% مردم در بعضی جاها مثل تهران تا 80% مردم شرکت نمیکنن و با شرکت نکردنشون میگن ما این انتخابات رو نمیخوایم، انتخابات رو قبول نداریم، این افرادی رو که شما معرفی میکنید که ما بهشون رأی بدیم قبول نداریم.
و شما کماکان دارید هر سال این کاری میکنید. بعدم به دنیا میگید ما انتخابات داریم و همه دنیا هم میدانن که این انتخابات قلابی است، هیچ چیزیش انتخابات نیست. خود رهبر که نمایندگان این رهبری رو تأیید میکنن، خود اون نماینده به وسیله افراد انتصاب یا انتخاب میشن که افراد منصوب رهبری هستن. این مگه میشه همچین چیزی بنده عده رو منصوب کنم بگن اون عده به من رای بدن؟ خب این که نقض غرض در هر صورت. بخوام عرض کنم که کاری نمونده، یا مردم باید به اصطلاح مسائلشون رو از طریق انتخابات بگن، یا از طریق تشکل‌های سیاسی بگن، یا از طریق راهپیمایی‌هایی که مجوز داره بگن، یا از طریق انتخابات بگن، هم حتی یا میشه در یک به اصطلاح حضور مثلا با مطبوعات و غیره بگن که شما هیچ کدام این راه ها رو انجام نمیدید. اگر کسی هم حتی یه نامه‌ای به رهبر ایران بنویسه دستگیر خواهد شد که با چه جرأتی شما نامه نوشتید. حتی آقای رفسنجانی که خودش این آقا رو سر کار آورده و این برنامه رو درست کرد که و خودش هم باهاشو داد، ولی حتی اونم یکی از گناهانش این بود که شما به مقام رهبری نامه نوشتی. خب اگه این چه رهبر چه رئیس مملکتی است که نمیشه بهش نامه نوشت، نه یک برنامه مطبوعاتی تو عمرش داشته، نه به یک روزنامه مصاحبه میکنه، نه اجازه میده کسی سوال بکنه، نه تشکل‌های صنفی شکل گرفته، نه یک قوه قضاییه مستقل ما داریم، نه آزادی بیان وجود داره، هیچ چیز در هیچ کجای این وجود نداره. مردم تنها راهشون این است که بریزن در خیابان‌ها و شعار بدن و بگن ما خسته شدیم، ما دیکتاتوری نمی‌خوایم، ما این نظام ضد زن ضد به اصطلاح بشریت رو در حقیقت نمی‌خوایم و می‌خوایم که انتخابات آزاد باشه. و یکی دیگه از مسائل دیگه هم این است که بایستی در خارج از کشور هم همدور که کاوه شهروز هم گفتن، بایستی این اپوزیسیون نه به عنوان نماینده دولت آینده، نه به عنوان دولت در تبعید، نه به عنوان نظامی که در آینده وجود اومد، بلکه به عنوان یک سخنگو از طرف ملت به پا خواسته داخل ایران بتوانند با خارج از کشور ارتباط برقرار کنند و این فعالیت‌ها رو هماهنگ کنند و از کشورهای خارجی کمک بگیرند برای کمک به مردم ستم دیده و در خیابان‌های تهران یا شهرهای دیگه مثل شیراز و اصفهان و در صدها شهر دیگه به اونا کمک بکنن و این وابستگی بایستی به وجود بیاد یا همبستگی. در هر صورت ما به پایان برنامه میرسیم با تشکر از شما بینندگان گرامی و همچنین با تشکر از جناب کاوه شهروز که به ما در این برنامه کمک کردن و تشریف آوردن و همچنین جناب فرزاد در هدایت این برنامه و مدیریت تلویزیون ایرانیان کانادا در شهر زیبای تورنتو. تا دیداری دیگر. چشم دل باز کن که جان بینی، آن چه نادیدنیست آن بینی. گر به اقلیم عشق رو داری، همه آفاق گلستان بینی. بر همه اهل آن زمین به مراد، گردش دور آسمان بینی. آن چه بینی دلت همان خواهد، وان چه خواهد دلت همان بینی. جان گدازی اگر به آتش عشق، عشق را کیمیای جان بینی. دل هر ذره را که بشکافی، آفتابیش در میان بینی.